بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز با یک قسمت دیگه و از برنامه منشور در خدمتتون هستیم حتما تو این بره از یک هفته ای که گذشت حوادث تاریخی مختلفی رو که مرتبط به زندگی ما هست در واقع به گونه ای رو حتما شاهد بودید در جامعه خودمون در جامعه ایران چند مدت پیش روز کوروش بود چند روز دیگه هم اربعین نووی هستش اربعین حسینی هست که مراسمی است که بسیار هم پرتمتراق و با ارتباط به مذهب در واقع مذهب تشیع و با چند سالی است که بسیار پررنگ برگزار میشه این موضوع این مراسم مسائل این چینینی تاثیر تاریخ رو در زندگی اجتماعی ما نشان میده اما اینکه این تاثیر این نگاه ما به تاریخ حالا چه تاریخ دینی باشه چه تاریخ سیاسی باشه چه تاریخ مذهبی باشه نگاه ما باید چگونه باشد به تاریخ تاریخ رو چگونه بینگاریم؟ چگونه باش برخورد بکنیم و چه استفاده ای در زندگی ببریم ازش با اینکه این تاثیر ته تأثیری، چه تأثیری چه مشکلاتی رو ممکنه برای ما به بار بیاره موضوعی است که امشب به خاطر همین تقارن این حوادث مختلفی که در این چند هفته اتفاق افتاده در جامعه فارسی زبان بهش میخوایم بپردازیم و مفصلا در مورد تاریخ صحبت بکنیم همونطور که میدونید شماره واتساپ و تلگرام برنامه که لحظات دیگه اتاق فرمان زیر نویز خواهند کرد تنها را ارتباطی شما و این برنامه خواهد بود اگر تمایل داشتید که در این مورد گفتگویی داشته باشید حرفی بزنید نظری بدید نظرات خودتون رو منتقل بکنید و ما بتونیم اینجا بررسیش بکنیم خیلی متشکرم میشم که از طریق واتساپ و تلگرامی که زیرنویس خواهد شد با ما در ارتباط باشید خیلی خیلی متشکر برای اینکه این موضوع رو به تفصیل و با دقت دقت بیشتری در واقع شرایط نگاه تاثیر اجتماعی تاریخ بر زندگی اجتماعی انسان‌ها رو بررسی دقیق بکنیم خواهش کردیم از استاد ملایی پژوهشگر و کارشناس علوم اسلامی که زحمت بکشند با ما همراه باشند در این قسمت از برنامه منشور و ایشون قبول زحمت کردن بسیار بسیار سپاسگزارم سلام علیکم و رحمت الله و خوشحالم از اینکه در این برنامه حضور دارید اگر آغاز سخنی داشته باشید تا شروع کنیم برنامه بسم الله الحمد لله و والسلام على رسول الله قال الله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين در آیه دیگر لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى مقدمتا با درود السلام سلام خدمت هر پیامبر بزرگوار اسلام و خدمت شما برادر بزرگوار خدمت همه کارکنان شبکه نور از اینکه امروز در برنامه منشور حضور دارم اعتراض خرسندی میکنم به خصوص با موضوع حساس و مهم و از اینکه استاد زهرابی امروز مشهور بودن بنده این مسئولیت را پذیرفتم امیدوارم که بتونم در خور این مطلب و این موضوع مهم مطالب را با هم از خلال قرآن کریم که منبع من همه علوم هست قرآن کریم در از زواجل درش علومی به ودیعه گذاشته که میتونه کلید و مفتاح تمامی علوم دیگه برای بحث و کنکاش باشه آه. قرآن کریم میفرد ما فرات فی کتاب من شی ما هیچ هی چیز رو جا نگذاشیم در این کتاب همه چیز گفتیم ولذا امیدواریم که بتونیم انشاءالله بحث تاریخ و اهمیت تاریخ در زندگی مردم و ملت ها رو با هم انشالله با هم یه موضوعی که استاد مولایی به زرس قاطع تمام در واقع محققین میگن اینه که تاریخ بیان در تعریف تاریخ میگن بیان حال و روز گذشتگان حالا من. خب وقتی میگن بیان حال و روز گذشتگان چرا این بیان حال روز گذاشتگان تاثیر در زندگی امروز ما خواهد داشت یعنی خب یک مانند یک روایتی است که گذشته و پشت سر گذاشتیم یک توصیفی در چیز هست میگن که شما وقتی دارید رانندگی میکنید اون چیزی که تو آینه بغل میبینید و داره میگذره دیگه تمام شده آنچه که در روبروتون هست مهم است چرا این تاریخ مورخین همیشه چرا اینقدر نفوذ داره تو زندگی انسان ها مقوله زیبایی دارن مؤرخین و تاریخ نگاران سرلوحه م... کتاب ها و مؤلفاتشون قرار میدن در مقدمه بحثشون میگن که من لا تاریخ له لا حاضر کسی گذشته نداره تاریخ نداره آینده و حال حال و آینده هم نداره اگر به جرفای مقوله تاریخ نگاه بکنید خواهید فهمید که تاریخ یعنی ملخص تمامی علوم مم. چرا؟ شما به نظری گذرا به عناوین مختلف موضوعات گوناگونی که در یک کتابخانه مرکزی یک کتابخانه تمام ایار با تمامی فنون و ادبیات درش جا داره نگاه بندازید می‌بینید که در لابلای همه اینها تاریخ هست یعنی کتاب های تاریخ به جای خودش اونهایی که فقط بحث تاریخ میکنن تخصصی منظور اگه به ادبیات بر بگردید درش تاریخی اگه به جغرافیا بر بگردید درش تاریخ هست اگر به صنعت بر بگردید درش تاریخی اگر به کشاورزی تاریخ درش هست اگر به هجرت ها و جنگ ها بر بگردید درش تاریخه به تمام علوم و فنون ولذا شعرا از تاریخ استفاده کردن ادبا از تاریخ استفاده کردن تاریخ نویسان که به طبیعت حال فن و حال خودشون هست اصلا ولی اهل ادب برای اینکه واژه ها و اصطلاحات رو همیشه زندگی برگشتن به های تاریخ به لغت قدیم به گویش و گفتمان هایی که رایج بوده در قدیم به نمت زندگی در بحث جغرافیای تاریخی و الاخرین ببینید همه اینها به گوشه ای از چون تاریخ فقط حکایت حقا... احداث و جنگ ها نیست بلکه وقایع خود تاریخ سازان هست که ملت ها هستن خود ملت ها چه اخلاقیاتی را داشتن به چه علاقه مند کی بر آنها حکومت میکرد این هایی که تاریخشون را ساختند از چه ویژگه های دیگری و امتیازهای خاصی برخوردار بودند که تونستند ملت ها را در اختیار خودشون بگیرند اونها را رهبریت کنند اونها را به جای برسونند یا اونها را اونها را به هر حال عقوبت بدی و هلاکت منجر بکنند همه اینها در تاریخ بس شده ولی زاد دو جانب در تاریخ مطرح است یک جانب مثبت یک جانب منفی تاریخ دانستنش بسیار عالی و خوبه ولی زاد قرآن بر اون تاکید کرده بعد دانستنش بله شما میفرمایید که در تاریخ زندگی اجتماعی انسان ها در قدیم هست رفتارشون هست چگونه با هم برخورد کردن هست چگونه به هلاکت رسیدن هست چگونه جنگیدن هست ببینید اینا سیر همش... هجرت ها هست علت هجرت ها ها هست، منابع دخلشون هست همه اینها شده همه اتفاقات اجتماعی اقتصادی سیاسی تاریخی هنری ادبی هر چه هست گذشته است ما اگر بدانیم که در دوران هخامنشی چگونه زندگی می‌کرده اند در این ایران بله ایران امروز چه ربطی به اون دوران داره؟ هیچ مسائل اجتماعی اون زمان چه کمکی به مسائل اجتماعی مشکلات ما الان چیز دیگه است. دغدغهای اجتماعی مون، دغدغهای ادبی مون، هنری فنی مون همه چیز مرتبط به امروز هست. چرا تاریخ با اینکه از دوران قدیم میگه، از علوم اجتماعی آن دوران میگه اما در اجتماعی امروز ما که کاملا یک دنیای دیگه از کاملا متفاوت با اون دوران تأثیر بذاره ها. نیا کنید انسان بی ربط به گذشته نیست خب یعنی من, من همین ربطشو میخوام ها. همین ربط بله. نیا کنید تاریخ سیر تاریخ نگاران یا معرخین همیشه میخوان این رابط را پیدا بکنند و اینجا درس و عبرت هست برای ملت ها ملت هایی که باید بدونن که نکات قوت و امتیاز به این ملت ها در چی بوده اونها رو بارور کنن و اونها نکات ضعفشون رو نکات منفیشون رو شناسایی کرده و اونها رو چکار کنن سعی کنن از بر برن دو چیز در تاریخ ملت ها زیاد به چشم میخوره پیروزی ها روزهای استقلال روزهای به رسیدن به یک پیروزی و زفر ملی روزهای رسیدن به یک به جشن و شادی همگانی برای ملت ها بسیار مهمه و اون فراموش اون روز را روز فراموش نشودن این تلقی میکنن و در حال ملت ها برای اون یادواره ها و جشنواره ها دارن چرا چون ملت ها میدونن که یه نقطه مثبتی هست یه نقطه قوتی هست در این میانشون که بعد اون رو چکار کنن بیاد بیاد همدیگه بندازن و اون رو بارور کنن اگر که در قصد بارور کردن خوب بهینه بشه و دولت مردان رسانه ها مسئولین فرهنگی در یک جامعه سعی کنند که ارشاد و توجیهات خوبی در این زمینه اعمال بکنند تا اینکه نسل جوان و ملت رو توجیه کنند برای قوت گرفتن از تاریخ قوت گرفتن از نکات مثبت تاریخ این همون چیزی است که اسلام بهش تشویق کرده و لازم هست اما اگر ملخص بشه فقط در این که یک جشنواره ای ایراد بشه یک هزینه ملی بر حال اینجا در یک روز به باد بره حالا در قالب شیرینی میخواد باشه در قالب لباس میخواد باشه در قالب جشنواره میخواد یعنی باشه یعنی شعارگونه نباشه هره. و ظاهر فقط سازی یک در یک میام که وقتی حساب بکنید یک ملت با چند میلیون جمعیت در یک روز بریزن وی خوابون ها کلی هزینه کنن برای خودشون از جیبشون میدونی چقدر هزینه ملی به باد رفتی؟ اه. نکات مثبتش کجاست؟ اگر قرار فقط در این روز خلاص شده بشه تاریخ و دیگه هیچ تأثیری در زندگی ملت نداشته باشه هیچ تأثیری در, در روند به صلاح پیشرفت فکری و اجتماعی جامعه نداشته باشه این یک زیا هست یک به خسارت هست آه. یک از دست دادن ارزش هایی است که امروز تونسه به دست بیاره و داره در یک روز چیکار کنه میلیون ها داره از بین میره یا یعنی در واقع یک نکته مثبت هم یا اینکه از باب فخر فروش یا به اصطلاح تفاخر باشد این نوعی به چی غرور کاذب به وجود میاره چون ملت ها به هم دیگه نیاز دارن قومیت ها به هم نیاز دارن نژاد ها به هم نیاز دارن خداوند از زباجل انسان انسان ها را اومده در قوائل با رنگ ها زبان ها قومیت ها و نژاد های مختلف آفریده و همه اینها نکات مثبت دارند که باید از نکات مثبت هم دیگه استفاده برادروار در کنار هم زندگی کنند هیچ اشکالی نداره که ملت ها برای خودشون فرهنگ خاص خودشون رو گویش خاص خودشون داشته باشند زندگی و تمدن خاص خودشون رو داشته باشن مثال میزنم در میان بلوچ ها کرد ها ترکمان عرب ها فارس ها و دیگران هر کدوم یک به گویش ها آداب, آداب و رسوم و تاریخ, آداب خودشون خاص خودشون دارن و حفظ این میتونه دوام فرنگ اونا رو داشته باشه کنار هم, هم میتونه این بکنن ای داشتن اینها به معنای در حال جنگ و با دیگران نیست, نیست. نیست. یک موضوعی که در قرآن ما به اگه برگردیم به بخشی از بخش زیادی شاید از قرآن پرداخته به همین زندگی گذاشتگان درسته اما آنچه که آن بخش مفیدی که از این زندگی در واقع از این تاریخ منتقل میشه، قرآن گزینش میکنه بخشهایی از تاریخ رو. مه. آنجا که نیاز هست در مورد موضوعی صحبت بشه که مرتبط است به اون بخشی از قر... بخشی که باری تالا قرار هست در واقع منتقل بکنه یک مفهوم رو به مسلمان به معتقد به قرآن، بخشهایی از اون حادثه زندگی حضرت موسی رو مثلا باید. منتقل میکنه اونجا اون تیکه رو انتخاب, انتخاب میشه در قرآن و اونجا راجع به همون تیکه که مفید هست بس میشه کاملا درسته دیگه بحث های دیگه توش به جزئیات نمیشه. اشاره نمیشه به جزئیات غیر مفید صف... چیز نمیشه پس میشه گفت اینجوری که میفرمایید حالا نمیدونم برداشت من صحیح است یعنی توضیح... توضیحات رو از شما میخوام درسته. میشه گفت که تاریخ رو هم باید اینجوری بهش نگاه کرد یعنی بخش های مفیدش رو گرفت و استفاده کرد اتفاقا مورخین اسلامی همه مباحث رو به این شیوه مطرح کردن شما اگر به تاریخ امام ملوک ابو جعفر تبری یا تاریخ مثلا ابن کثیر رحمت الله علیه ما و تاریخ های دیگر تاریخ ابن خلدون و غیر ذالک مراجع کنید میبینید که واقعا دقیقا همین نکات را در نگارش تاریخ و تدوین تاریخ رعایت کردن یعنی به جزئیاتی که ضرور دانستن یا ندانستنش مهم نبوده اشاره نکردند به جوانب اشاره کردن که ملت ها در آینده بهش نیاز دارند. اگر جنگ و مرافعه و تداخلات و کشمکش های وجود داشته از این جانب که ملت ها از همدیگه عبرت بگیرن که در یک حالت مثبت در یک حالت باید تدخل صورت بگیره یه جنگ صورت بگیره یک نزاعی صورت بگیره تا یک مثلا قوم متجاوز یا یک به ملت مفسد سر جاش بشینه در جای دیگر بحث صلح میانجیگری آشتی و امثال اینها مطرح میشه بین نکات زیاد پرداخته شده اسباب علت ها رو بررسی شده کسانی که تونستن با یک به عملکرد مثبت در جای خوب ملت ها را به آرامش بکشانند یعنی در واقع فتنه ها و آشوب ها و امثال اون در تاریخ مکررن داره تکرار میشه جنگ ها ملت ها رو نابود کرده فسادهای های اجتماعی، فساد های اقتصادی، فسادهای های سیاسی همیشه بوده که داد دودمان به صلاح حکومت ها و نظام ها را نظام های مستبد را در طول تاریخ در فرصت بسیار اندکی چیکار کرده از بین برده دیگه هیچ آثاری مثلا شما ساسانی را نگاه بکنید وقتی که خداوند از تقدیر کرده که اینها باید از بین بر بروند خودشون به جای میرسن که همدیگه رو میکشن پدر و پسر همدیگه رو میکشن برادر و برادر همدیگه رو دارن میکشن هیچ کس پشت سر اینها باقی نمیمونه و هیچ کس بینا رم نمیکنه چون اینها به کسی رم نکرده بودن ولذا عرب هایی که انتظارشون نمیرفت ولی خداوند عزوجل اونها رو انتخاب کرده بود همطور که رب ابن عامر رضی الله تعالی هم میفرماید خداوند ما را برانگیخت تا اینکه بیام شما را هدایت کنیم شما را از این تنگنای دنیا به وسعت آخرت بکشانیم این تنگ نظری باید از بین از میان بره شما را از این ظلم و جور سیستم پادشاهی و نظام به استبدادی باید بیرون بیاریم بکشونیم به عدل اسلام اون چیزی که همه را برادر میدونه و برابر میدونه شما را به از این تنگ نظری و افق به دیانت های ساختگی باید بیرون بیاریم به اسلام و آخرت و به اون هدایت بکنیم این مقوله بارها از زبان تعدادی از فرماندهان اسلام در جنگ ها بازگوش شده که یکیشون به امن آمیر بوده که در مقابل رستم فرخزاد قرار گرفت در جنگ های مشهور بین ایران و مسلمان ها این یه نکته رو میخواد بگه و اون این که قدرت ها هرچی باشند وقتی که نتواند ملت های خودشون رو خوب به سعادت و خوشبختی و اداره خوب زندگی رهنمایی بکنند مثل یک قصر پوشالی میمونند که هیچ اساسی نداره با کمترین باد با کمترین طوفان چیکار میکنه سقوط میکنه و از بین میره و تاریخ همینو گفته میفرمایید قد خلت من قبلکم سننون این سنن چی بوده تاریخی بوده که در ملت ها گذشته فانظروا کیف کان عاقبت المکذبی اونهایی که در مقابل پیامبران پیامبرانی که فقط دعوتشون هدایت مردم بود ما هیچ اونطور تعبیر قرآنی هست هیچ اجر و پاداشی و هیچ سنا و تمجیدی از ملت ها و دیگران نمیخواستن میخواستن ملت ها را از این جهالت ها از این تاریکی ها از این تنگنا ها و ظلمات بیرون بیارن به نور توحید هدایت بکنن وقتی جبه جب آرایی می‌کردند و صف آرایی در مقابل توحید مسلما خداوند عزوجل اون عنصر موحد عنصری که فقط هدفش الله هست رو نصرت میده انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد این معرکه ها معرکه سختی بوده که درست از ابتدا موحدین و پیامبران و صالحین به سختی پیش آمدند تا اون زمانی که یعنی احساس میکردن ممکن است به هلاکت برسند ممکن از بین برند فنا بشند و به هدف نرسند خدا میفرماید که حتی اذا جا یعنی لحظاتی میرسید که فتنه و اذیت و آزار و سختی ها به اوج خودش میرسید که دیگه احساس میکنن هیچ نجاتی نیست باید جان بسپارند اون لحظه 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 نصرت و فرج الهی بود برای ملت هایی که واقعا برای خداوند جان مرکب داشتن ایثار میکردن تو آیه که ذکر فرمود... بفرمایید بله تو آیه که ذکر فرمودید شما اشاره به این کردید که دستور خداوند به نگاه به گذشتگان این است که فنزرو کیف کان عاقبت المکذبین نگاه کنید که عاقبت اینا چگونه بوده اینا که دروغ گفتند اینا که این راه مخالف رو رفتن این اتفاق براشون افتاد پس شما این راه رو نرید میشه گفت که نگاه تاریخ بهروری از تاریخ باید اینگونه باشد یعنی ما به تاریخ فخر نفروشیم با تاریخ نگیم که چون خیلی از ملت ها خصوصا الان تو ایران مه. شما الان اشاره به اه... اه... حضور ورود اسلام به ایران در اشاره فرمودید با. خب الان ما هر, هر, کسی که تو ایران یک در واقع تاریخ نویسان ایرانی حالا یا بسیاری از متفکرین ایرانی حتی مردم رو به این تشویق کردن یا در جامعه ما این گونه پر شده که این عربها هیچی ندارند هیچ بلد نیستند حالا این اصطلاح سوسمارخو رو بهش میدن بهشون میدن این نگاه و بعد وقتی که به هخامنشی صحبت میشه از کوروش صحبت میشه از منشور کوروش صحبت میشه از امتیازات کوروش صحبت میشه و اتفاق و این این دوتا رو در کنار هم قرار میدن خود انسان های خود ایرانی ها مرت در واقع فخر ساسانیان و حالا هر امتیازی که داشتند رو به خودشون میچسبونن و این میخوان خودشون رو نشون بدن که ما برتریم اما وقتی نگاهی به امروز میکنید شما این تفاوت رو یعنی همون منشوری که در مورد صحبت میکنند ذره از اون منشور فنزور فنزورو <تصفح> توش نیست <تصفح> یعنی اون بحره لازمی که ما باید از تاریخ ببریم رو نخواهند برد فقط به عنوان اینکه بتونن منانم, من که رستم <تصفح> به نکته زیبا اشاره فرمودی مطلب اینجاست که تاریخ چون قلم تاریخ نویس است مورخه بله ولی این شخصیت مورخ هست که با انصاف یا با انصاف یا بی انصاف یا بی انصاف با انصاف یا بی انصاف قلم فرسایی میکنه فرسایی میکنه حالا و یک کتاب ایجاد میشه که اون کتاب میشه کتاب بین افراد و تفریط ممکن گیر کنه ولی زا ابن تب... معروف اسلامی تبری همون یعنی جعفر محمد ابن جریر تبری رحمت الله علیه وقتی کتاب قطورش را الام تاریخ الامام و الملوک می, می نویسه در مقدمه اون میگه این مقدمه زیبا داره میگه من هر هران چی که شنیدم از احداث و حوادث را بازگو کردم قضاوت را به عاده خود خوانندگان در آینده می سپارم. من نه قضاوت نمی کنم من آنچه که از حوادث پیش آمده است و شنیده ام دارم چیکار می کنم؟ نقل می کنم. یک مورخ منصف با تقوا این گونه امانت را رعایت میکنه در نقل منصفانه چی تاریخ اما چه بسیارند امروز مورخین افرادگرا که میان وقتی به جانبی که دوست دارند اون جانب بارز بشود باسد زرق و برق و صفات که حتی یک درصد آن هم زیور و زیبنده اون شخص نیست براش قلم, آسایی قلم فرسایی میکنن برعکسش در نقطه مخالفی که دوست ندارند که به صلاح مشخص بشه ایوبی که شاید عیب نباشد در ظاهر امر به صد صفت بد دوباره چی مصوفش میکنن تا اینکه اون شخص را چیکار کنن در جل در نظر خوانندگان بد جلوه بدن و یک انسان بیهوده اینجا نقش ناقدان یا منتقدان منصف تاریخ کارآفرینی میکنه و اون اینکه باید همیشه ما داریم یکی از مباحثی که امروز در تاریخ ادبیات معاصر روش بسیار کار میشه نقد و بررسی متون تاریخ هست نقد و بررسی متون تاریخ اه. چون تاریخ به هر حال یک علمی هست که باید مستند باشه اه. یعنی شما نمیتونید بگید که مثال میزنم من امروز بعد از چندین سال درباره شخصی قلم فرسایی کنم که هیچی درباره اون نخوندن بلکه چیزهای را شنیدم این حق ندارم و اگر این کتاب این نوشته به صورت کتاب چاپ بشه همه کس حق دارند که این کتاب را چیکار کنند نقد کنند چون میگن آقا مولایی بدون درایت به گزارشات درست تاریخی اومده چیکار کرده با تعصب این کتاب را نوشته ولی اگر بنده رفتم برای یک شخصیت تاریخی زحمت به خودم دادم مستندات تاریخی قدیم رو از اصول لغت های مختلف بیرون آوردم کنار هم قرار دادم همه اینها رو مطالعه کردم و با یک نقد و بازبینی و بازخانی جدید دوباره از نو نگارش کردم و آن وقت سبک سنگین کردم و مقوله خودم را در, اضاف در پایان اون بهش اضافه کردم که به نظر بنده این نکته منصفانه بوده این نکته منصفانه نبود در شخصیت این میشه یک چی نقد و بررسی علمی که دیگران میتونن بهش چیکار کنن ارزش بدن و پس با این وجود شما بس. الان به یک نقطه،, نقطه خیلی حساسی در مورد تاریخ صحبت دارید که این که تو کتب تاریخ حاصل نگرش تاریخ نویس هم هست بله تا یه حد زیادی اگر کسی مثل آیت تبری میاد می کتابی می نویسه و در ابتداش میگه من همه رو نوشتم بس. و ارزش گذاریش با خودتون باورش باور و نقدش و اینا شماش به خود انسان ها باز میگردونه خیلی از تاریخ نویسان این کار رو نمی کنن. خیلی درست. از تاریخ, تاریخ نویسان نگره، نگرش خودشون رو تحمیل میکنن بر اون حوادث به. و حوادث رو همونطور که شما فرمودید بر اساس نگاه خودشون بر اساس اون شرایطی که اونجاست حالا نخوایم خیلی چیز بگیم من یک بر مثال اساس دستموزی که از کی میگیره از کدام پادشاه میگیرد کتابی رو بر, اساس تاریخی بر اساس اون مینویسه حالا این تاریخ تا این کتب تاریخ جز این مجموعه علومی است که ما ازش بهره می‌بریم. من یه مثال میزنم میشه آقای... بهش اعتماد کرد به آ... این تاریخ آقای محمدی عزیز من میخوام به یک نکته اشاره کنم در سالهای 96 به بعد که در تلویزیون شارجه بحث سیرت رو داشتم بعضی از کتاب‌های معاصرین فارسی مؤلفین فارسی زبان که در ایران چاپ شده رو من به دست آوردم و سعی کردم که روی اینها مطالعه بکنم ببینم تا چه حدی تونستن در سیره پیامبر موفق باشن یه تو کتاب هر دو نویسنده شیعه است در ایران هم چاپ شده ولی با دو نگرش کاملا متفاوت من واقعا تعجب کردم یکی مثل رسول جعفریان تاریخ سیاسی اسلام رو طوری می نویسه باز نویسی میکنه که به هر صحابی رسید داره نیش میزنه مثل اقرب خودش هم شاید نخواد ولی داره نیش میزنه از کینه‌ای که نسبت به صحابه داره خب این یک کتاب وجود داره کتاب در دو جلد قطور هم بله. هست اسمش تاریخ سیاسی اسلام جلد اول درباره سیرت پیامبر جلد دوم درباره سیرت خرافاست دو جلد بله همه را مطالعه کردم چون بحث سیرت رو در از سه سال در شبکه بله. تلویزیونی شارژ من ارائه دادم در اونجا وقتی این کتاب مطالعه میکردم دید انسان اینقدر حقد دفین در سینه‌اش نهاده هر قصه و سیرت همش داستان صحابه استیه دیگه فلان صحابی با پیامبر رفت فلان صحابی با پیامبر اومد فلان صحابی در پیانا پیامبر ایثارگری که فلان صحابی صدقه داد فلان صحابی توزیع صدقه کرد الی آخر سیرت پیامبر آمیخته با داستان چیه صحابه است خب این شخص فقط میخواد چیکار کنه نیش بزنه حساب اینا به خاطر این این کار کرد به خاطر اینجا رفت به خاطر این ای... یعنی شما امراش بودید شما از نیت اون کار کردید این شخص واقعا با با حقد و کینه دفینی که نسبت به صحابه داره داره چیکار میکنه سمپاشی میکنه در تاریخ سیرت پیامبر صلی الله علیه و سم. در عکس برعکسش دو کتاب خیلی زیبان رو پیدا کردم باز از یک نویسنده شیعی معتدل روشنفکر عبدالرسول زروکو رو کتابش واقعا منصفانه بود هم درباره خلفا هم درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم من لذت بردم از کتابش و لذا این دو نگارش معاصر رو من میگم چه برسه از نگارش قدیم خب، دقیقا, دقیقا،, دقیقا همین در،, در, نگارش تاریخ خودش علت و اسباب هایی بوده که تعصب یک ملت میگم چرا تاریخ نویسان به این به شیوه رو میارن یکی از اسباب اینه تاریخ نویس تحت تاثیر مثلا عوامل سیاسی روز قرار میگیره ممکنه که فلان فرمانده فلان رهبر سیاسی فلان پادشاه اون رو خریده و خواسته تحت نفوذ سیاسیش برای چیزهایی بنویسه که در آینده چی ماندگار باشد یا اینکه تحت تاثیر عوامل مذهبی قرار گرفته مثل افرادی که الان در تاریخ زیاد هستند فلانی شیعه است فلانی مثلا افراطی سنی است فلانی فلانه فلانی فلان الی آخری با اون نگرش خودش میخواد یه کتاب بنویسه با این شیوهی که شما میفرمایید اصلا به تاریخ نمیشه اعتماد کرد میشه اعتماد کرد خب ولی اعتماد... با اینکه نقد و انتقادی خب نه آخه ببینید ما داریم در مورد انسان صحبت می که نه. نمیتونن برن همه کتابا رو با هم نقدش بکنن بررسی بکنن یک کتاب... کتاب میاد خیلی از رهبران مستبد و منحرف نه. از همینا استف ولی امی... ما ما زدن نق... کلمای زدن خو... رو داریم دقیقاً... شما در یک شخصیت معاصر شما نام ببرید یک شخصیت سیاسی معاصر آیا ای نمیتونید های زده ناقص پیدا کنید یکی اون رو به پیامبری میرساند و دیگری اون رو به شیطان میکنه دقیقاً درست دقیقاً, دقیقاً همینطوره خ... حالا این ملت‌ها باید چه کار کنن خب من همین ملت‌ها با تحقیق من کنن میگم این تاریخ با توجه به این ضعف هایی که داره تأثیرش چه ببینید الان بسیاری از درگیریهایی که در جوامع بشری وجود داره بسیاریش به همین اختلافات تاریخی است حالا دلست. تاریخ مذهبی تاریخ سیاسی همینه. تاریخ ما مدت هاست که داریم در مورد متاسفانه عامی که مثلا بله بله. فلان سال پیش آمده است یا نیامده است بله. ارمنی ها یک جوری بر اونو بررسی میکنند نمیدونم ترک ها یک جوری دیگه که هر دو میخوان تاریخ خودشون رو بیان بکنند درسته. هر دو میخوان در واقع یکی میخواد یک، یکی اون رو به عنوان یک قتل عام نمیدونم وحشتناک نشون میده یک نفر به عنوان اینکه یه جوری دیگه نگاه میکنه به قضیه این تضادایی که به وجود میاد خیلی از مشکلاتی که الان بین فرقا مثلا بین مذهب تشیع و تسنن یکی از مهمترین اختلاف سر همینه که حالا حضرت ابوبکر یا حضرت علی حق و حضرت علی بوده یا حضرت... یک ای که گذشته است یه گروه میان اینو تقویت میکنن یه گروه میان اونو تقویت میکنن مردم این وسط گرفتار این موضوع و تاریخ داره این کارو میکنه و سر مردم برمیاره استفاده و استفاده سوء استفاده میخوام بگم سوء استفاده و استقلال تاریخ در هدایت مردم به افکاری که رهبران سیاسی دارن این یکی از معضلات تاریخ هست اه. یکی از معضلات تاریخ هست من مطمئن هستم یکی از چالش هایی که الان نوجوانان و جوانان ایرانی دارن در بسیج شدن در مثلا عراق و شام انگیزه دینیه انگیزه مذهبی سریع و شفافه مم. وقتی به عنوان مدافعین حرم اعزام میشن اما سر از حلب در میارن سر از نمیدونم مرزهای کردستان در میارن خب این چیه در حالی که حرمی چیزی در شام وجود نداره کدوم حرم دو حرم در اسلام داریم اگر منظورشون حرم نجف یا کربلا باشد خب اونها در کیه در عراق و اونها دست شیعه هاست و اونها توسط حرم زینب رو میگرد و حرم زینب در, 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 خود دمشق در خود دمشق است چه ربطی به میدان های دیگر دارد؟ اونها آیا معارضین و مخالفین اومدن در خود حرم زینب کاری انجام بدن؟ بمگذاری کنن؟ آدم کشی کنن؟ قتل نام بدن؟ زن؟ بس این نیست. بس اینه که متاسفانه متاسفانه حتی جنگ های صلیبی در طول تاریخ بربیگردونیم بر بگردونیم بین ملت ها می که به این انگیزه انگیزه های سوء برداشت است و استقلال تاریخ در این زمینه بوده و متاسفانه قربانیش توده مردم هستن تودان یعنی قربانی بخش عظیمی از این جنگ ها و درگیری ها و سوء برداشت از تاریخ توده ملت ها هستند که متاسفانه دستخوش عوامل سیاسی و انگیزه های سیاسی میشن قرآن کریم به این نکته خیلی جالب اشاره کرده نیا قبل از این بحث تاریخ رو مطرح کنم پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که مکه فتح میشه این سوال در ذهن عرب وجود بود داشت که آیا خونخواهی های عهد جاهلیت هم تکرار خواهد شد آیا اگر کسی به نحق کشته شده ما میتونه مطالبه خونش رو کنیم پیامبر صلی الله علیه و یکی از بنود مهم سخنرانی روز عرفش در حج الوداع این بود که سر جاهلیت یعنی خونخواهی جاهلیت باطل است دیگه کسی ادعا نکنه تا اینکه جنگهای جاهلیت که سالها به ادامه پیدا میکرد چی اونجا خاموش بشه و اولین خونی که مطالبه نمیکرد خون به یکی از خیشوان حارث عبدالمط... مت... حارسه بن عبدالمطلب بود که به ناحق کشته شده بود در یکی از درگیری ها و عده ای از خاندان های قریش اون رو چیکار میکردن مطالب میکردن گفتن این از ما بخشید از طرف ما بخشش لذا اسلام برای خونخواهی نابحق بین ملت ها سعی کرده کنه این در را ببنده برای همیشه مگر زمانی که اونجا تعدی و تجاوز به ناموس ملت ها باشه تعدی و تجاوز به ممتلکات و مثلا دارایی های ملت یعنی ها یعنی اون چی که حقوق شهروندی حال هست حقوق شهروندی حال هست نه گذشته چی شده به ربطی نداره ولی این را از باب اصلاح قرار داده و به ملت ها اجازه داده است که نقد و انتقاد را بپذیرند حکمیت را بپذیرند از همدیگه بگذرن در مسائل مالی حتی در مسائل خونی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه حتی در خونخواهی به حق که اگر یکی برادرش رو کشته یا پسرش رو کشته میتونه چیکار کنه به عنوان یک برادر مسلمانی که دست بالا دارد میتونه انتقام بگیره میتونه به حق اون رو چیکار کنه قصاص کند به قاضی بگی که من به جز به کشتنش راضی نیستم ولی باز هم قرآن چیکار میکنه تشویق میکنه من عفی له من اخی در حالی که برادر برادر کشته یعنی قاتل برادرشه ها این این که حالا دیگه در حال هست حالا چه برسد نه. اینکه حادثه ای در تاریخ اتفاق خب این در حاله بره. در حالی که فراموش نمیشه الان هنوز چی است داغدیده است هنوز داره میسوزه از اون قتلی که صورت گرفته ولی با این حال اسلام داره به این نکته تشریف میکنه که بگذرید از برادر خودتون ولی اون که قاتل باشد ببینید این در حال هست چه برسه از گذشته ولذا در در اسلام در این فتنه ها را تا آخر بسته است اونهایی که دنبال باز کردن فتنه هستند به دنبال انگیزه های سیاسی برای تسلط برگردن مردم هستن چون میدونن که از آب گلالود خوب میتونن ماهی بگیرن ملت ها را در هر وقت زبونی در وقت سستی در وقت ضعف میتونن چیکار کنن ازشون بهره برداری کنن اما زمانی که عقل دارن زمانی که حکمت دارن زمانی که دوستی رواج داره نمیشون استقلال کرد به اونها را به حال ملت ها در بحث تاریخ باید دقت کنند که دستاویز انسان مغرز قرار نگیرند دستاویز ملت های مغرز قرار نگیرند به یاد حرکت حضرت عمر افتادم نمیدونم تا چند آز مرتبط هست به این قضیه من. توی بحث خرافی نیل که هر ساله باید خون داده بشه تا اینکه نیل فوران پیدا بکنه و بعد نامه ای رو می نویسه و میندازه در اون و میگه که اگر این دستور حضرت عمر اگه میخوای به خاطر خو... چیز چیز بکن برای اون تاریخ رو اصلا اون تاریخ منحرف مرتبط به خرافات رو زیر پا میذاره در ملتی که سالهاست به این اعتقاد دارن چیز میکنن نمیدونم میشه این موضوع رو بله این ای یکی یکی از کرامت های حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هست نامی نوشت و گفت که اگر تو به امر خداوند در جریانی پس باز هم ادامه بده اگر به امر خودت میخوای بیستی بیست یعنی یک تاریخ منحرف قدیمی بی اثر بله و بید. هرگز اجازه نداد که اون به صلاح آداد و تقاضی جاهلیت فرعونی را چیکار بشه تکرار بشه بس کوروش رو مطرح کردید و اینکه بله. عرب ها اینطور من میخواستم روی نکته باز اشاره کنم و اون اینکه شما نیا کنید <تصفح> آنچه که عیانه است حاجت و بیان نیست یا چه حاجت و بیان است شما به کتابخانه های قدیم و جدید در داخل ایران در خارج ایران مراجعه کنید ببینید چند عالم برجسته دانشمند مورخ مبتکر کاشف مخترع در عهد کوروشیان و ساسانیان امثال اینها دارید چه آثاری ثبت کردند چه کتاب هایی نوشتند و و الی کجاست؟ آیا اون داستان ساختگی نمیدونم آتش سوزی فلان و الاخری یک واقعیت است یا یک دسیسه و کسب و افتراع تاریخ است؟ اینها رو باید بررسی کرد، اینها باید نقد کرد، ملت ها رو نباید گول زد برعکسش بعد از ورود مسلمان ها، بعد از ورود مسلمان ها در سال چارده هجری به بعد، چه دستاورده برای ایران داشته؟ همه شاهد هستند تاریخ و کتابخانه های معاصر در دنیای عرب در دنیای عجم در اروپا همه جا شاهد امروز که غالب مورخین فقها مفسرین مورخین حتی لغت که قاموس و فرهنگ ایشان تا به امروز سر لوحه به کتابخانه های دنیا قرار گرفته ایرانی هستند ایرانی زاده و ایرانی تبار در خود ایران زندگی میکردن یا خراسانی بودند. یا ارل ری بودن که امروز کم رنگ شده به خاطر وجود دانشمندان این که بزرگواری که در آن زندگی میکردن یا در به فارس بودن یا در رام هرمز بودن یا در قزوین بودند. اینا همه دانشپرور بوده یا در تبریز و به آذربایجان بودن همه اینها علمای بزرگوار در خودش پرورش دادیم که نه تنها صدها بلکه هزاران حتی در اصفهان کتاب داریم در تاباره تاریخ امامت ابو نعیم اصفهانی رحمت الله علیه در مقدمه اون میفرماید که در قرن چهارم هجری 400 محدث نفقی فقط لغوی غیر ذالک 400 محدث حدیث شناس در اصفهان زندگی میکردن درس حلقه درس داشتن فقط محدث خب این تاریخ نمیشه فراموش کرد اما پنهان شده اما همین تاریخ در ایران الان خ... مردم اینو نمیدونند آنچه که به مردم تلقین میشه آن چیزی است که از بخشایی از تاریخی که قرار هست این مردم به زیر این استبداد قرار بگیرند بشه بهشون نظرهایی رو تحمیل کرد گفته میشه درسته اون بخش های از تاریخی که گزینشی به تاریخ نگاه میشه این بحث امروز ما هم سر همینه حب. که آیا نگاه به تاریخ آیا حب. این این برش دادن از تاریخ و اینکه ما بخوایم در, م... در برابر ملت ها رو بکشیم خیلی از رهبران مستبد و منحرف جهان از همین تاریخ بهره منفی میبرند برای اینکه بتونن همونطور که در فرمایشات جناب هم بود که به سمتی ببرند که خودشون میخوان میخوان به سمتی ببرند که مردم پای پیاده از اینجا بلندشن برن, کربلا برای اینکه مراسم اربعین شخصیتی رو زنده بکنند که این شخصیت خودشو بری میدونه از این قضیه دقیقا... چرا چرا این گونه میشه چرا این پتانسیل در تاریخ وجود داره که این گونه قابل قابل تحریف هست این گونه قابل بهرهوری منفی ازش هست متاسفانه متاسفانه انسان ها حب خیر دارن حالا این متاسفانه که میگم به خاطر اینکه از این حب خیر خیلی سوء استفاده میشه شما نگاه کنید اگر یک جوانی جلو شما حاضر بشه قدرتمند باشه سالم باشه دستش به گدایی دراز بکنه شما مبلغی تو دستش نمیذارید درسته نه جوانی دو تا تشر هم بهش میزنید دو تا با ناراحتی باش برخورد میکنی جوانی مثل تو اینجا استاده کنار در گدایی میکنه برو کار کن ولی اگر همین جوان همون جوان خودش رو چیکار کنه گیریم کنه خب با یک لباس یا چادری را... با... بندازه با یک خودش لباس پیرزن با یک با با لباسی با. جنده و پا... پوسیده با یک عصا بشینه بدون هیچ اشک میریزه مبلغ هم بهش میدیم کاش که بیشتر میتوسم کمکش کنم یکو اوتوف ملت ها با اوتوفتی که دارند انسان‌ها دیگر رو دوست دارند تظلم یا مظلوم نمایی تاریخ یکی از جمعان منفیشه که متاسفانه متاسفانه سیاست مداران خیلی خوب تونستن بهره برداری کنه ازش در طول تاریخ در طول تاریخ اسلام این نکته را خوب شناخته و هرگز اجازه نداده از عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم تا عهد خلفا به شدت با این مسئله برخورد میشد حتی در مسئله مرگ و شهادت و ظلم اگر به کسی تعدی میشد گفت حق را بهش بدید اما اجازه ندید از حد خودش فراتر بشه شما نگاه کنید پیامبر صلی الله علیه و عزیزان را در تاریخ خودش از دست میده جعفر بن ابی طالب عبدالله ابن جحش بن ابن عبدالاسد مخصوم مخشور به ابو سلمه اینا از بزرگان صحابه بودند که به شهادت میرسند در عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا برایشون یادوارهی گذاشت جشنوارهی گذاشت حلقهی داشت یادواری میکرد براش محتمی گرفت براش مناسبتی اجرا کرد هیچ کدوم از اینا نبود یه تسلیت یک اعضای خالصانه به بازماندگانش در واقع یک نوع فریادرسی انسانی به بازماندگان خداوند رحمتش کند اون شخصی که رفته زودتر از شما به بهشت و شما هم به شما خداوند به شما چیکار کنه صبر و حوصله بده بر فراق این عزیزتون تموم شد رفت این اصل قضیه است دیگه نه ماتمی هست نه تازیه‌ای هست نه اشکی هست نه مناسبتی هست نه جشنواره ای هست هیچ چی از اینا وجود نداره بلکه فراتر از اینها وقتی به تاریخ ملت نگاه کنیم چند تا از پیانبران رو میشناسید که قبورشون آقای محمودی مشخص باشه در دنیا چند پیامبر مگه 124 یا 114 هزار پیامبر نداشتیم کجا هستن پیامبران پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یکی دو تا دیگه آیا قبرهای بقیه مشخصه؟ آیا پیامبر خود پیامبر هم که مشخص است اجازه فرمودن که در بالای اون بارگاه بسازند؟ فرمود لعنت الله علی الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیاه مساجد الا فلا تتخذوا قبری مسجدا او وثنا يعبد ترجمه لطفا فرمودن که یهود و نصارا نفرین شدند خداوند اونها رو نفرین کرد به خاطری که قبر انبیایشون صالحاش بزرگارشون چیکار کردن عبادتگاه کردن عبادتگاه کردن رفتن برای سجده برای دعا برای تضرع و گری و زاری شما این کار نکنید در جای دیگه به سیغه دعا میفه. اللهم لا تجعل قبری وثنان یابد بارلا قبر من را جایگاهی برای عبادت قرار مده جایگاه مردم بیا فقط دعا بکنن سلام دادن حق پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هر چه هستی به من سلام بدید حتی کسی که میرود اون اولاتره در مسجد نبی صلی الله علیه و سلم. ولی این هزاران پیامبری که در تاریخ بودن کجا از قبراشون چرا مورد تعظیم قرار نمی گیرن؟ چون اصل این نیست اونا بشر بودند رسالتی داشتند پیامی داشتند وظیفه‌ای داشتند انجام دادند خراج مردم بیرون آوردن مردم از جاهلیت ها و از ظلماتی که زندگی میکردن فکری، عقیدتی، سیاسی، تاریخی و الاخری اینا رو بیرون آوردن به دین حق رانمایی کردن خلاص شد این وظیفه اونها بوده صلح های در طور تاریخ بودند مگه نبودند هستن کجا هستند؟ هیچ از اینها مشخص نیست بلکه به نصوص دقیق تاریخی نجف و کربلا هم بارگاه این عزیزان و بزرگواران نیست نه علی ابن ابی طالب در اون مرقد دفن نه حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه و هاشا و کلا که خداوند عزوجل این دو بزرگوار که پرچمدار توحید در اصل خودشون بودند منشه به صدا شرک خرافات قرار بده با توجه به این اما یک واقعیت هست و در صحبت ش... ابتدایی خودتون در فرمایشتاتون هم بود که آن کس که تاریخ ندارد حال و آینده هم ندارد درست خب ما چه بخوایم چه نخوایم ش... شهادت حسین ابن شهادت مظلومانه ایشون ت... بسیار متفاوت بوده یکی از نکات بار... بارز یکی از حوادث بارز تاریخ اسلام هست. درست من میگم که در زندگی ما انسان ها همونطور که در فرمایشات هم بود شخصیت های بزرگوار اینچینینی چون حسین ابن علی در حالا بلازم مذهب تشیع یا شخصیت های مثل عزت عمر در یا شخصیت های بزرگواری که حالا من نمیخوام درست. اسم ببرم یا در تاریخ ملت ها مثلا شخصیت کوروش رو ما داریم درست چگونه میشه از اینا بهره مناسب برد چگونه باید نگاه ما مای, مای منصف مسلمان متعهد نمیدونم مای... مای که میخوایم علمی به موضوع برخورد بکنیم واقعیت ها رو من... من... واقعیت ها رو بیان بکنیم از این شخصیت ها چه باید بگیریم درسته. آیا بهشون فخر فروشیم آیا برای مرگشون گریه بکنیم آیا برای یا یا چیز کار دیگه انجام بدیم در مقابل اینا که بهره وری لازم و درست رو از تاریخ ببریم درست نیا کنید نجات ملت ها در چیه؟ ما فلسفه این تاریخ رو در کجا پیدا می‌کنیم؟ در نجات ملت دیگه یعنی ما به دنبال این آب هستیم به عنوان یک تاریخ تا اینکه از این آب گوارا استفاده ببریم درسته؟ اگر این آب گوارا بیام مخلوطش کنیم با هر چیز دیگری نمیتونه گوارا باشه نمیتونه اون سیرابی را برای ما ایجاد کنه بلکه ما را تشنه تر خواهد کرد ما را بیمار خواهد کرد ما را ج... به جای خودمون قرار میده به جای اینکه حرکت بکنیم به جای اینکه توان بهمون بده به جای اینکه زندگی و حیات ببخشه تاریخ هم همینطوره یک تاریخ مثبت نگر یک انسان مثبت نگر در تاریخ میتونه قوت بگیره از،, از،, تاریخ میتونه بفهمه که اگر حسین بن علی رضی الله تعالی عنه واقعا به عنوان یک مصلح تاریخی در نظر بگیریم یک حرکت پوینده برای دفع ظلم بوده باید مثل اون بود حالا این نمود آیا در تاریخ ما وجود داره یا اینکه همون ملت‌هایی که سیا میپوشن زنجیر میزنن قمه میزنن پیاده میروند، پیاده روی آتش میروند، خودشون رو به گل و خاک میکشند آیا ظلم نیستند آیا خیالت نمی کنند آیا رشوه نمیگیرند گیرند ؟ که حسین ابن علی انجام میداده آره آیا اختلاس اموال عمومی نمی کنند؟ آیا قتل و جنایت نمی کنند؟ آیا اتهامات و تهمت های افتراب مردم نمی آیا مردم های آزاده را به زنجیر و غل آیا آیا های زیادی وجود داره؟ آنچه که پس از،, از سخنان حسین ابن علی و از کردارشون رفتن اگر آزادهی آنچه که ما برداشتمون از زندگی حسین ابن علی هست یعنی همون همون فضایل اخلاقی که حسین ابن, حسین ابن علی برش تشویق میکرده آیا ما در ادامه این شخصیت بارز دقیقا. م... برداشت کردیم این اون نکته مهم است که ما باید, داشته باشه. باشه نه اون چیزهایی که ما امروز خودمون رو بهش گرفتار کردیم و در واقع خودمون را از یک چاله به چاه انداختیم یعنی در واقع تیرگی های اون خرافات ها اون قدر افکار مردم رو مردم رو در واقع حتی طبقه یعنی روشن فکر جامعه که نمیتونم بگم چون روشن فکر بود این کار نمیکرد طبقه به تحصیل کرده جامعه من این نکته را چند بار تکرار کردم و چون قصه برام خیلی مهمه بازم تکرار میکنم این یکی از واقعیت های تلخ جامعه ما در ایرانه یکی دوستانی که در اینجا علوم اه... تخصصی پزشکی در و اگر مختبر یا آزماشگاهی. مشکل. خونده با یک دوست همکارش در تهران معایدی داشت و اتفاقی بدون اینکه اصلا مسئله را خیلی از نظر تاریخی بررسی کنه در روز همون تاسه و آشرا خودش را به تهران میرسونه زنگ میزنه و مطبش را پیدا میکنه وقتی میره به مطبش و دفتر کارش میبینه که بله خیلی ها هستن منتظرن ده ها نفر در دفتر کارش منتظرن خانم منشی هم نشسته از جناب دکتر پرسیدم گفتن که امروز احتمالا تشریف نیارن گفتم خب ما هم رفتیم بالکارمون تا دو روز بعد بعد اومدیم تا سوال شوراست و ممکنه تحتیل کرده برای خودش باز چرا ابلاغ نکردن به مردم بعد دو سه روز پیداش کردیم باش نشستیم گفت دکتر دیروز من رفتم پریروز رفتم دفترتون و کلی مردم منتظرند خب به حال آزمایش دارند و منتظرن آزمایشگاهش آزمایش هستن اینا چرا معطلشون کردین گفت میدونی من نذر کرده بودم کدوم نذر من نذر کرده بودم که شب عاشورا برم فلان امامزاده حالا یکی از امامزاده من نمیخوام براش تبلیغ کنم در تهران و اونجا نه تنها کاش میرفت حالا مثلا عزاداری میکرد اونجا جز کسانی باشم که خدام مردم مثلا کفش های مردم رو میزنن داخل چیز داخل جا کفش ها این نوع تفکر این نوع نظر ها این نوع خدماتی که به صفر نمیارزه برای جامعه انسانی کدوم با کدوم معیار حسین بن علی داریم میسنجیم با کدوم معیار والله اگر گفته بود من رفته بودم تو اون شب تو خیابون تهران فقط آب آب خالی برای مردم توضیح می کرده می گفتم بازم ثوابش ثواب سباب برای خودش شاید داشته باشه با اینکه نظر لغیر الله باز جایز نیست ولی اگر گفته بود من یک کار مثبتی یه آب کرده بودم یک صد دست غذا رسوندم به خانه فقرا ایتا مساکین این کفش بذاری داخل یک کفش این عقلت رو در کجای به این فرهنگ قرار ما بگیم جامعه ایران امروز گرفتار یک به صلاح انزوای و انجماد و تحجر عقلی و فکری و مذهبی هست که به همون سادگی نمیشه نجاتش داشت و این متاثر با... به تاریخ در واقع مختلقی هست تاریخ ساختگی هست که جوانب منفی اون زیاد بارز شده برای مردم و هیچ راهی برای زندگی سعادتمند و خوشبختی در جامعه به بار نمیاره شما نیا کنید هر چی به این سمت داریم جلو میریم میبینیم که به جای اینکه ملت ها به آبادانی ها فکر کنند بلکه آبادی هایشون رو میبرن به قبرستان ها دارن به گورستان ها میبرن یا به عبارت دیگر دانشگاه ها رو تبدیل کردن به قبرستان ها بیمارستان‌ها رو تبدیل کردن به قبرستان‌ها مدارس رو تبدیل کردن به قبرستان‌ها در حالی که اسلام اینو نمی‌خواد اسلام یک شخص ایثارگر یک سپاهی یک فداکار یک سرباز ازش حمایت می‌کنه ولی این حمایت در رسم نمود انسانی اون شخص است نه در نماد قبرش که ما قبرش رو بیاریم در دانشگاه بذاریم و, و ادای که... احترام براش بکنیم و این آن چیزی است که متاسفانه خیلی از مستبدان و منحرفان از, از تاریخ بهرهوری میکنن به نفع خودشون و برای ابقاء افکار منحرف خودشون یعنی خیلی نقطه, خیلی نقطه مقابلش من میخواستم ذکر کنم و با اونی که برعکس شما توجه کنید برعکس پیامبران و صالحین و نیکوکاران در طول تاریخ ببینید مستبدان هستند که برای خود توصیه میکنند بارگاه ها ساخته شود امه. چون میخوان میخوان مردم ازش حساب برن و متاسفانه تاریخ نمیسانی که جیره خارشون هستند هم این اون کار میکنن اون مسیر رو می خداوند خدا همه را هدایت بده و نقد و بررسی تاریخ آمين. به شیوه ای باشه که منصفانه باشد و ملت را به خوشبختی راهنمایی کنه جوانب مثبت و کلیدهای های کار آفرین در جامعه رو از تاریخ بگیرن بدونن که با چی میشه تاریخ را نجات داد ملت را نجات داد مشکلات جامعه را حل کرد و این در تاریخ وجود داره بله. بارها شده که فتنه هایی در جامعه رخ داده و در لابلای تاریخ رای ها پیدا شده امیدوارم که جوانان ما حقیقی ما پوششگران ما در عرصه جدید به دنبال کلیده مثبت از تاریخ باشن آمین خیلی خیلی متشکرم استاد ملای پژوهشگر و کارشناس علوم اسلامی از زورتون در برنامه خیلی خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید که بینندگان عزیز همونطور که از ملخص این در واقع خلاصه این برنامه میشه فهمید اینه که اگر شخصیت‌های بارز تاریخی رو میشناسید به گفته‌هاشون به به عملکردشون آنان که برتر هستند از اون بهره ببرید وگرنه تاریخ روایت گذشتگانی است که رفتند و حال و آینده ای که ما در پیش رو داریم باید بهرهوری مناسب رو ازش ببریم با این شکل و دست در واقع دستاویز مستبدان و منحرفان نباشیم در این مسئله خیلی خیلی متشکرم خدایا نگهدارتون شبتون بخیر تا دیدار دیگه خسته نباشید